میخوای الان فوش ندن؟ میخوای تهمت نزنن؟ میخوای دروغ نگن؟ یک دروغ های رذیلانه این که من اصلا یعنی خیلی کسر شأن جلسات امام حسین میدونم، بیشتر وقت شما رو بگیرم به این دروغ های اینا در زمینه زندگی شخصی خودم جواب بدم که خونه ای که 5 سال بوده ما با یه شریکی میخواستیم بسازیم، 5 سال چرا طول کشیده؟ چون من پول نداشتم، اون یه ذره پول گذاشت، آخرش گفت آقا من میخوام بفروشم. تو که پول نگذاشتم، حالشو بذار من پول جور میکنم. پشت تلفن اون آقا شاید صدای منو بعدم بشنوه. برگشت گفت آقا کمیته امداد که باز نکردیم که. عجیبه خدایا، چقدر ما تحقیر باید تحمل کنیم. گفتم خب صبر کن، من یه مشتری گیر میارم بیاد از شما بخره که شما برو دنبال کارت. ما شرایطمون هم یه جوری نبود که بچه‌مون داشت دیگه ویلچری میشد و نمیتونستیم هر جایی بریم. بعد هیچی دیگه به این آقایی که آقای محترمی که اسمشو دادن کنار اسم ما که ما رو با ایشون خراب کنن، ایشونو با ما خراب کنن، نمیدونم بهشون گفتیم آقا میاد این خونه رو بخرید، یه زمین 225 متری هم چیزیه که هر طبقهش میشد نمیدونم 100 و چقدر، شما بگید 120 متر دودن یه همچیز. بعد گفتم که بیاد صحنه این بنده خدا رو بخرید، پولشو لازم داره، حالا ما بالاخره یه کاری میکنیم دیگه. اومد خرید و خونه رو تموم کردیم، تو پایان کار اسم این بنده خدا اومده. حالا یه جوری رذیلانه زدن شراکت فلانی با صاحب فلان کارخانه ها و فلان انسان پولدار، هر کدوم از رفقا زنگ میزنن میگن پس یه برج 100 میلیاردی نیست، من بابا یه خونه که ما یه واحدشو داشتیم. همین الان هم من یه واحد بیشتر خونه ندارم تو تهران، اونم رفقا جمع شدن هدیه‌ای، مثل امام هدیه‌ای زندگی میکرد، مقام معظم عربی هم با هدیه رفقاش زندگی میکنه. ما هم همینطور، ما دنبال پول در آوردن هیچ وقت نبودیم. من اگه شرایط همین الان مسائل مادی زندگیمو بگم، از این مردم جمع میکنن یه اعانه جمع میکنن برای ما. بعد اومده خبرنگار اصلاح طلب رفته گزارش از اون کوچه، این خونه الان 30 میلیارد قیمتشه. حالا بنده خدایی که پیرمردی که سال مثلا 2 سال ما اونجا زندگی کردیم، حالا اون رفیقمون هم که میگن صاحب تک ماکارون هست، که حالا جالبه من تا همین الان که اینو گفتن نمیدونستم ایشون مثلا کارخونه ای داره به نام تک ماکارون، میدونستم آدم پولداریه، واسطه آشنایی ما هم حضرت آیت الله حقشناس بود. حالا ایشون گفتش، من گفتم میخوام یه توضیحاتی در مورد شما بدم، گفت نه به هیچ وجه در مورد من هیچ چی نگو، هر چی میخوان بگن. خب من در مورد ایشون هیچ چی نمیگم، ولی اینکه حالا ایشون مشارکت مالی با او دارد در ساخت و ساز، این چه خبر است؟ اینایی که از این رانت‌ها مثلا برخوردارن که میتونن برن نمیدونم اینجور اطلاعاتو جمع کنن، میدونن من 2 سال بعد اونجا رو فروختم و میدونن من تو شهرک مجبور بودم برم اونجا زندگی کنم به دلایلی، متاسفانه به دلایل شرایط خانوادگی، میدونن که من چند سال اونجا مستأجری کشیدم، قبل از اون چند سال، بعد از اون، و اصلا نمیشه گفت اینا رو چجوری بگم آخه. حتی اون بنده خدا گفت آقا این 3 طبقه دیگرش هم بذار باشه برای شما، بعدن چیکار میکنی؟ بچه‌هات بزرگ میشن ازدواج کنن. گفتم نه آقا من نمیخوام، شما از اون آقا خریدیم، ما میفروشیم، شما پول تو وردا، ما هم پولمون رو بده، ما هم پولمون رو برداشتیم دیگه، نتونستیم جایی بخریم از این مستأجری. با افتخار من تعجب میکنم از اون دوستانی که به من زنگ میزنن میگن این ماجراش چیه. خبرگزاری های دروغ پرداز طرفدار دولتی که سرشار از دروغه، اینا حرفشو باید کسی باور کنه؟ یا اون کسی که تقوا رو سر کشیده یه لیوان آبم روش ادعای عدالت خواهی داره، اینا باید کسی حرفشونو باور کنه؟